آقای رضا منصوری برامون نوشتن دیگه از تبلیغات جم کلاسیک که از همه کانالا بیشتره خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، حالم به هم میخوره. هیچ کدوم از کانالهای دیگه مثل جم کلاسیک نیست. دیوونه شدیم با این تکرار آهنگ تبلیغ و تکرار موافقا دستاشون بالا. یه نفر میگه اگه میخوای به هر چی که توی فکرت هست برسی باید حرکت کنی، حتی برخلاف جهت همه. خب منم میخوام پیشرفت کنم، میخوام دیده بشم. فکر کردم که اولین پله پیشرفت و معروفیت خوانندگیه، پس شروع کردم. شدی ستاره تو آسمون، اما خیلی زود فهمیدم اشتباه کردم. برای همین به فکر این افتادم که دکتر بشم. آقای دکتر، مریض مرد. دومین تجربه پیشرفتم هم تلخ بود، چون نه مدرکشو داشتم و نه استعدادشو. خب به فکر این افتادم که مهندس بشم، چیزی که آرزوی بیشتر مادرها و پدرهاست برای بچه هاشون. بعد از این چند تجربه تلخ فکر کردم سفر کنم و تجربه پیدا کنم. شاید به این وسیله بتونم به اهدافم برسم و دیده بشم. اما سفرم نتونست منو به هدفم برسونه. تا اینکه تصمیم گرفتم برم شامپو لروکس بخرم و موهامو با اون بشورم تا جذاب بشم. آخه اون وقته که دیگه نمیتونید منو نبینید. یه خواهش، اگه ممکنه سریال زن رأس ساعت 3 شروع بشه. روزا کوتاهه، باید زودتر بریم سر کار. امروز آخرش رو نتونستم ببینم. روزا کوتاهه، باید زودتر بریم سر کار. من تا جایی که یادمه کارها از روی ساعت تنظیم میشه دیگه، همه جای دنیا دیگه کم جایی پیدا میکنیم که از روی طلوع و غروب خورشید کارها رو تنظیم بکنم، مگه اینکه واقعا یه کار عجیبی باشه. حالا خیلی طبیعیه اون، ولی همه کارا از روی تایم ساعت هستش و ما هم ساعتمون تنظیم با ساعت ایران هست. یعنی ما سعی میکنیم تمام سریال ها و برنامه های مستند و تمام شبکه هامون با ساعت ایران تنظیم شده باشه. یعنی ایران اگه ساعتشو بکشه جلو، ما میریم جلو، بیاد عقب ما میریم عقب و هیچی نباید به هم بخوره. حال من نمیدونم چطوری شده که روزا کوتاه شده، شما یه تیکه از سریال رو نمیبینید، باید زود برید سر کار. شما هم حق دارید، ما ولی نمیتونیم کاری بکنیم متاسفانه. خانم فاطمه 3 یا فاطمه 3 امروز ساعت 6 داشت یه برنامه توی جم تی وی میداد، تو رو خدا بگین کیا میداد که من قش کردم. دوبلور اندر و اریم اومده بودن، به به، تحلیل و بررسی بود، تو رو خدا بگین. خب ما خیلی خوشحالیم، خیلی کامنت خوب و امیدوار کننده و شاد از طرف شما دریافت کردیم که برنامه هشتگ جم رو دوست داشتین، خیلی طرفدارش بودین، ازش لذت بردین، با قسمت‌های مختلفش حال کردین و برای ما کامنت‌های خیلی زیادی گذاشتین. بازم کامنت بذارید، بگید کدوم قسمتشو بیشتر دوست داشتین، چه کار بکنیم و راحت باشین با ما، ما اینجا کامنت‌های شما رو می‌خونیم، هر چی باشه اصلا پس و پنهون نداریم. خانم احلام شاهده، خیال راحت، هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو. بازم از شما ممنونیم، با ما همراه باشید در قسمت بعدی. خب به زودی زود، یعنی طی یه ماه دو ماه آینده، یه سریال جدید به سریال‌های شبکه جم اضافه میشه به نام عشق از نو، در ژانر کمدی رمانتیک. اینو 3 دفعه برداشت کردیم، هر 3 دفعه من اینو اشتباه گفتم. کمدی
رومانتیک که محصول کشور ترکیه است. خیلی جذابه، خیلی دیدنیه، هم میخندونتتون هم میگریونتتون. حتما دنبال کنین. هنرمش اصلیشو کاملا میشناسید، خیلی براتون آشنا هستن، خیلی جذاب هستن و مطمئنم که ازش لذت میبرین. بریم یه تیکایشو با هم دیگه ببینیم. زینب بچه‌شو میزنه زیر بغلشو یه راست میره فرودگاه. میره فرودگاه که برگرده ترکیه. فاتی هم به عشقش میگه به که منو نمیخوای. و خلاصه میره فرودگاه. میره فرودگاه که برگرده همون ترکیه. که یهو این دونو گول باغ الهی میبینن و زینب تصمیم میگیره خودش و بچه‌شو بندازه گردن فاتی شکرجیزاده پولدار مجرد خوشگل خوشتیپ با معرفت و از اینجور چیزای قشنگ. آقا این دو که برمیگردن ترکیه، فاتیح میره خونه به باباش میگه من پسرتم، از آمریکا برگشتم با زنم و اینم نوته. پدر فاتیح یه مرد صبور آرومه و خیلی زود این مسئله رو میپذیره. اما مقدس خانوم جوری زیر بار یه عروس و یه نوه ناخواسته نمیره. بگم براتون یا بگم براتون که عشقی از نو در بین این دو سر میگیره که نگو و نپرس. در این بین خانواده زینب رو هم میبینیم که بگی نگی بو ماهی میدن، آخه ماهیگیرن و یک کمی هم یلاقبا هستن. ولی این باعث نمیشه که داداش کوچیکه زینب خودشو آویزون آبجی کوچیکه فاتیح نکنه و با غرور ماهیگیریش همه دوست موستای سلین رو از دور و برش نپرونه. آره اینا باعث نمیشه. خلاصه که این کمدی درام جذاب هم میخندونه هم اشکتونو در میاره، اما به شما یاد میده که آدم ها هر چی که باشن و هر شغل و منصبی هم که داشته باشن، مهم انسانیتشونه. پس انسان باشین. آره دیگه، آره، ببینید و لذت ببرید. باشه، با شما هم دوستم. الو، آهان، میخواییم بریم لوکیشن یه سریال که خیلی دوستش دارید، خیلی محبوبه. حدوداً فکر کنم 7-8 سال پیش ما پخشش کردیم، سال اگه اشتباه نکنم 2011 بودش. دوباره پخشش کردیم و هنوزم بیننده داره، هنوزم طرفدار داره، هنوزم کامنت میذارین که چرا عشق ممنوع رو پخش نمی‌کنید. یعنی اینقدر طرفدار داره. بعد از 3 دفعه که پخش کردیم بازم هنوز طرفدار داره. میخوایم بریم لوکیشنش رو ببینیم، همون جایی که نگم براتون دیگه. بریم ببینیم، اونجا بهتون توضیح میدم. عشق ممنوع. اینجا استانبوله، ساحل ساریه. خب با هم اومدیم به یه لوکیشن سریال خیلی جذاب که خیلی همتون دوستش دارید و چندین بار از شبکه جم پخش شده. احتمالاً با دیدن ساختمان پشت سر من متوجه شدید کدوم سریال رو بخوام بگم. عشق ممنوع. او
همون باغ پشتیه باغ خونه عدنانه که مهند و سمر از روی دیوارش میپریدن و میومدن از کوچه پشتی فرار میکردن. این باغچه کوچیک بگم حدود 50 تا گربه توشه که حالا بهتون نشون میدیم، ولی اون راهی که اون دوتا بچه میپریدن ازش در میرفتن و بستن، چون به خاطر فیلم اون موقع این کار رو درست کرده بودن ولی دیگه الان نیست. و اصولا خونه عدنان بی الان تبدیل به موزه فرش شده. تا ما اومدیم فیلم برداری کنیم همشون فرار کردن، نمیدونم چرا. این همون کوچه پشتیه است که مهند و سمر با همدیگه یواشکی از دیوار میپریدن میومدن تو باغ، جیم میزدن میرفتن. این همون کوچه است. اینجا در پشتی باغه. اگه خاطرتون باشه ته باغ یه اتاقی بودش که عدنان بی کرده بودش دفتر کارش، اونجا میرفت کار میکرد این چیزا، و همونجا هم بودش که مهند و سمر میرفتن یواشکی با هم دیگه قرار میذاشتن و هم دیگر میدیدن. این همونجاست، ولی خب در متاسفانه بسته است و دیگه اجازه خروج و ورود به کسی نمیدن. ما فقط تونستیم از سوراخ در یه نگاهی بندازیم. درباره شبکه جنفیت با هم صحبت کردیم، حالا میخوام یه دونه برنامه جدیدش رو بهتون معرفی بکنم. چند وقت پیش یه برنامه از جنفیت پخش شد مخصوص افراد سالمند، حالا چه خانم چه آقا. توی این برنامه آموزش میدادن به افراد سالمند که چطور ورزش و یا نرمش بکنن در هر محیطی، خونه، باشگاه یا حیات، باغی، باغچه، هر چی داشته باشن که متناسب با سنشون باشه. این برنامه خیلی جذاب بود، خیلی طرفدار داشت، ما خیلی کامنت خوب ازش گرفتیم، برای همین سری دومش رو شروع کردیم که باز برای افراد سالمند هستش و ورزشی که متناسب با سن اونهاست. بریم دربارش ببینیم. درود، حالتون خوبه؟ خیلی متشکرم. که صبحتون بخیر باشه همیشه. کیفتون کوک باشه. ها کیف عالی، کیف عالی. خب اول ترکا کیفی گشت. شما همیشه تشریف میارید تو این پارک؟ همیشه دید 15 ساله که تقریبا معمولا داره صبح میاد. معمولا صبح میایین؟ بعد با دوستان یه تیم هستین نه؟ تقریبا. دیده شما فکر میکنید ورزش برای آدمایی که پا به سن گذاشتن فرق میکنه با جوونا؟ یعنی ورزش برسن بالا خیلی اثر داره. آره خیلی خوبه. بعد یه ورزش های خاصی دارن سالمندان یا همه ورزش های زیاد رویم؟ خودتون تنها میان یا با خانمتون تشریف میارین؟ من صبح ها خودم تنها میام، خانمم تو خونه ورزش میکنه، ورزشکار شناگره. درسته. بعد احسن استایل ورزش داره، تو خونه ورزش میکنه، بعد از اون راه هم میره پارک. وقتی که اومدیم ورزش چقدر تغییر کرده بدنتون از روحیه؟ ما به خورده خورا خیلی اهمیت دیدیم که لاغر نمیشم. واقعیت نمیشه. اما خب کنترلش میکنیم. آفرین، درود بر شما. ماشاءالله خیلی خوشحال هم هستین و جا افتاده ماشاءالله. بله ما بچه یه از دستین. جوونیاتون چه ورزشی میکردین؟ البته الان جوون هستین. من از جوونی علاقه داشتم به پیاده روی و دو. خب عاشق هم پیاده روی بودم. ورزشای دیگه نمیگم سنگین باشه، چیز معمولی. من ورزش را از تیفیدیت شروع کردم. از 5-6 سالگی کنار زمین والیبال وای میستادم.
کنار زمین فوتبال وای میستادم، بزرگترها بازی میکردن، منم همونجا دیگه هر زمانی تا ورزش باستانی تا فوتبال نمیدونم والیبال دیگه هر حتی کشتی. پسراتون یا فرزندان خودتون هم تشویق میکنه بیان پارک؟ من تشویق میکنم، اونم میرن دوچرخه سواری میکنن، خودشون ورزش میکنن. آها. با دوستانشون میرن. الان شما بازنشسته هستین؟ من کار دولتی ندارم که بازنشسته. درسته. بازنشسته بازنشسته نه اصلا بازنشسته نیستید چون ماشاءالله دیگه اینقدر انرژی دارین که به قول خودتون آدم هیچ وقت بازنشسته نمیشه که. دیشب دکتر بودم گفت که باید بیاریم پایین با این وزن نریم. آها. گفت قندت میره ولی قند من خوب بالا دور از این. آره قندتون رو باید کنترل بکنید. آره. درسته. اما خواهی ورزش پیاده روی سلامتی میاره دیگه. آره. چند دقیقه ورزش پیاده روی میکنید؟ من امروز 1:45 دقیقه پیاده رفتم. ماشاءالله. دوستانی هم داریم که از جاهای دیگه از خیابونای دیگه از بالاتر میونم اونها میان اینجا. آه. حالا دیگه این کرونا این کرونایی یه نگار تو کرونا یه ذره کار سخت شد. اثر کرد. بعد ورزش دیگه حرکت دیگه ای نمی‌کنی؟ نه، نرمش اینجا باشه فقط. آها، نرمش خیلی کششی و چیزی که بدن آماده بشه. همین که دیدین شما اینجا. میشه ورزش نکرد؟ نه، اصلا. آفرین. واقعا ما یه هفته نیام ورزش می‌کنم دیگه بتنم. خب رسیدیم به قسمت کمپین داغ این هفته. یه چیزی همین الان به من خانم ادیتورمون گفت که یه کمپین جدید باب شده به نام کمپین اصلا چیزی دربارش نمیدونم پس نمیتونم براتون حرفی بزنم. حالا اگه شما میدونید برام کامنت بذارید و بگید این کمپین چی هستش. ولی یه کمپینی که چند سال در ایران و خیلی از کشورها هستش و ما هم خیلی روش مانور داشتیم، خیلی دربارش صحبت کردیم، هنوزه که هنوزه این کمپین فکر میکنم جا داره که دربارش صحبت بشه و بهش عمل بشه. کمپین دیوار مهربانی. با هم دیگه این قسمت رو ببینیم. حالا میتونستید شما حتی وسیله ای هم بخرید و در دسترس کسی قرار بدید که میخواد ازش استفاده بکنید. ما رفتیم با همدیگه یه دونه لباس بچگونه خریدیم و میخوایم توی این اتاقک فلزی که مخصوص این کار شهرداری استانبول تربیه کرده بندازیم کمپین دیوار مهربانی. شما هم میتونید توی محله خودتون یه همچین اتاقکی بسازید و اجازه بدید که هر کسی ازش استفاده کنه و مهربانی خودش رو با بقیه تقسیم بکنه. امیدوارم که از این برنامه ما هم لذت برده باشید. با ما همراه باشید در هشتگ جم با کامنت های زیباتون. فراموش نکنید وقتی کامنت میذارید حتما هشتگ جم هم قید بکنید که متوجه شید مال این برنامه است. البته شما برای هر شبکه‌ای و هر کانالی از شبکه‌های متعدد جم که کامنت می‌ذارید ما اینجا می‌خونیم، درباره صحبت می‌کنیم و پاسخگو خواهیم بود. آدرسای گروه های سوشالمون هم اینجا بچه ها الان قید میکنن، از روی اینا میتونید به ما متصل بشید.
هشتگ جم رو فراموش نکنید. با ما باشید در هشتگ جم. خدافظ. خدافظ.